سیوژاو گزارش‌های ورزشی و رویدادهای عالمی ورزش از برنامه هفت روزی ورزش پیشنهاد شما می‌گردد. تماشابینان دائمی تلویزیونی بهارستان، سلام، در استودیو علی جان طالبکوف. پرسمر استفاده کردن دوره تعطیل زمستانه و سیقل دادن مهارت فوتبال بازی نورسان از مقصدهای اساسی مسئولین صحه فوتبال در پایتخت دونسته می شود. بنابراین با درک بلند مسئولیت در این دوره میان دسته های فوتبال ناحیه های پایتخت مسابقه فوتبال خرد جریان گرفت. در سبقت ورزشی از نمود فوتبال 8 دسته پرقوت اشتراک نمود. گزارش در این روند آماده گردیده است. در ورزشگاه دوشنبه ارینا مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خرد برگزار گردید. سبقت مذکور با مقصد جلب نسل نورس به ورزش و طرز حیات سالم راه اندازی گردیده، هدف اساسی آن در تعطیل زمستانه فرا گرفتن کودکان نورسان به کارهای منفعت آور می باشد. به اطلاع مسئولین در مسابقه 8 دسته میانی هم رقابت نمودند. طول 5 سال است که در رسته سالا من شتنوری میکنم و من در مسابقه های جمهوریوی اشتراک کردم. من از خورده در زبان استقلال نیکولا ساشی را دوست میداشتم و با می سلو میخواستم در زبان بهترین شم و با مقصد هم رسیدم. طول 5 سال است که در دسته سالار با مرابی هم نبی اف نسیم خیلی خوب مشق تمرین کرده و مسابقه های تیاری خوب داریم. باید قید نمود که طبق جدول برگزاری سبقت مذکور دسته ها به دو گروه جدا شده، هر یکی آن تا انتهای مسابقه 4 بازی انجام دادند. در آغاز رقابت نخست دسته نورسان عینی با نورسان دسته شاه منصور، فوتبال بازان دسته ارینا با دسته دینامو بین هم بازی انجام دادند. طوری مشاهده نمودیم رقابت میان دسته ها پرشدت صورت گرفت، زیرا هر یک فوتبال باز کوشش نمود که بازی خوب نشان داده دسته خود را پیش صف نماید. طول 2 سال است که در میدان شامنصور مشق میکنم. من ما امروز بازی داریم و من در این کماند هم محافظتگرم. من کپیتان دسته هستم. ذکری خاص است که بازی دسته ها در دو مرحله ادامه کرده 30 دقیقه را تشکیل داد. بایسی قید است که فوتبال در روی اولم مقام اول را کسب کرده، میانی مردم روش نمده است. اخلاصمندان این نوی ورزش روز تا روز زیاد گشته ایستادند. همزمان شرایطی مهیا نموده حکومت کشور نیز برای رشد فوتبال زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که همه ساله از این نمود میان سن و سال گوناگون سبقت های ورزشی صورت می‌گیرند. علاوه بر این به راه ماندن مسابقه میان نسل نورس در دوره تعطیل زمستانه سری وقت است، زیرا این اقدام فضای خالیگی مکتبچگان را پر نموده، در این برابر این دوره را خوانندگان مؤسسه های تعلیمی پرثمر استفاده می نمایند. طول 3 سال می شود که به این نمود ورزش یعنی فوتبال مشغول می شوند. ما در این طول 3 سال در بسیار مسابقه های اشتراک ورزیده جای های معین را سازوار گشته، از جمله اینها بخشیده به روز استقلالیت بود مسابقه که ما جای اول رو اشغال نمودیم و در این مسابقه من 2 توپ به هدف رسوندم. من از فوتبالبازان تاجیک به شرف اطراف اطرافش رو طرفداری می نمایم. یادآور می شویم که این گونه مسابقه ها می تواند دسته فوتبال بازی بهترین رو معین سازد و در نوبت دیگر بهترین بازینگرانیز معین کرده شوند. مرسان تاجیک بهادر عثمانوف دویمین نبرد خود را در بوکس کسبی دویر نمود. چمپیون آسیا بهادر عثمانوف در لیگ استاوک جام میچ بایس با رقیب خود امیر باسیروف قوا آزمایی نمود. رقابت برای هر دو ورزشگر خیلی مشکل پسی سر گردید. نبرد مرسان ها 4 راوند ادامه کرده، عثمانوف توانست با گرفتن شماره زیادی امتیاز غلبه کند. یادآور میشویم که بهادر عثمانوف در دیدار اولی خود ورزشگر روس ویلدان میناسوف را ناکام کرده بود. ورزشگران منطقه کلاب از نمود تگواندو ویتف در مسابقه منطقوی اشتراک نمودند. این سبقت ورزشی در ناحیه همدانی صورت گرفت. طبق اطلاع غالبان این مرحله میتوانند در مسابقه های زینه های بالایی شرکت ورزند. ادامه مطلب در سیجای تهیه گردیده. با مقصد سفربر نمودن ورزشگران دسته خطلون دو منطقه کلوب به مسابقه های جمهوریوی اید به تکواندو و تیف در ناحیه همدانی مسابقه منطقوی اید به این رشته ورزش
برگزار گردید. ترغیب و تشویق تکواندو بین نورسان و جوانان، مستحکم نمودن علاقه دوستی بین ورزشگران و معین نمودن عضوی دسته خطلوندو از مقصدهای اساسی چمپیونات منطقوی اوید به این رشته ورزش ارزیابی گردید. مورید به قید است که با دستگیری بخش کار با جوانان و ورزش منطقه کلوب، این رشته ورزش در ناحیه های مومین‌آباد، همدانی، واسه، دنغره و شهر کلوب خیلی روش نموده است. در این مسابقه نیست اساساً دستپروران مکتب های ورزشی ناحیه های نامبرده مهارت بلند ورزشی نشان داده با گرفتن جای های افتخاری سزاوار گشتند. در مسابقه امروز از ناحیه مومین‌آباد یک دسته، دو دسته از شهر کلوب، چهار دسته از ناحیه واسه، یک دسته از ناحیه همدانی اشتراک ورزیده استودند. غالبون مسابقه را میدان افتخار همه بخش جوانان منطقه کلوب انتظار است. من در مسابقه جمهوری سزاوار جای دیوم گردیده استم. من رو افتاده نشدم. باز من سخت مقام رو سخت کپیده. باز در مسابقه های بلند اشتراک کرده سزاوار جای اول میشوم. در چمپیونات مذکور ورزشگران سالهای تولد 2002 و از آن بالا اشتراک نموده، از روی محاربه های انفرادی و حرکت های تکواندو و تیف با هم نیرو سنجی کردند. طبق اطلاع سرداوری مسابقه، در این چمپیونات ورزشگران گروه شهر و ناحیه های منطقه کلوب که اعضای فدراسیون تکواندو و تیف می باشند، حقوق اشتراک کردن را داشتند. در سبقت های بین مردان ورزشگران در وزن های از 54 تا 87 و جمعی 87 کیلو، در بین دختران باشد در وزن از 46 تا 73 و جمعی 73 کیلو با هم نیرو سنجی کردند. در انجام مسابقه غالیبان و جایزه داران معین کرده شده با مدال و افتخارنامه و تحفه های تاسیس نموده بخش کار با جوانان و ورزش منطقه کلوب سرفراز گردانده شدند. در شهر خوجند از نمود بوکس مسابقه ورزشی برگزار کرده شد. در این سبقت ورزشی نورسان با آمادگی همه جانبه اشتراک کردند. طور معلوم گردید دلباختگان این نمود ورزش در شهر خوجند کم نیستند. گزارش همکاران ما در این روند. راهبریت و مربیان مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 3 شهر خوجند در قطار دیگر نمودهای ورزش به نمود بوکس نیز توجه خاص ظاهر می نمایند. در مؤسسه مذکور در برابر کلانسالان و جوانان، کودکان و نورسان زیاد نیز مشق و تمرین می کنند. با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت بوکس دوستان، مربیان پیوسته تدبیرهای سودمند می اندیشند. این است که در تالار ورزشی تیمورملیکی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر خوجند مسابقه اوید به بوکس میانی نورسانی از 11 تا 14 ساله راه اندازی کرده شد. در این چورابینی ورزشی نزدیک 50 نفر مشزنهای خردسال از مکتبهای ورزشی شهرهای خوجند و کنیبادم اشتراک نموده، در وزنهای از 26 تا 42 کیلو میانی هم قوه آزمایی کردند. ما چونین واخوری های رفیقان رو تحسیز گذارنده میستیم که برای آنکه نورسان و جوانان رو برای ورزش جو نمودن، چونین سابقه های رفیقان رو گذارنده میستیم. امروز ها در شرایطی بخش روی نورسان از کلان سالان جوانان نورسان بسیارتا جرق شدید مرس کرده سدن. اما آینده داریم که آینده همین بچه نورسانی که در همین خیلی بازوی رفیقان اشتراک میکنم، آینده چیپیان های بزرگترین تربیه کنیم برایم. موریدی قید است که تالار ورزشی مذکور با تشبث دوستداران بوکسی شهر خوجند در همکاری و دستگیری مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سغد تعمیر کرده شده است و برای برگزاری چنین سبقت و تمرین های پی در پی مکان موافق است. مورد قید است که مورد استفاده قرار گرفتن این تالار شرایط فراهم آورد که کودکان و نورسان سرشمار به نمود بوکس روی آورند. واخوری های رفیقانه با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت کودکان و نورسان، هوسمندسازی آنها و از میان نورسان دریافت نمودن ورزشگران بالایقت صورت گرفت. بعد رقابت بهترین ها معین گردیده از جانب مسئولین قدر کرده شدند. انتظار می رود که چنین مسابقه های ورزشی پیوسته میانی نورسان تشکیل کرده شود.
دههای دومی ماه یانوری سال روان در شهر دوحه قطر مسابقه ستاره‌های جودوی جهان برگزار می شود. در مسابقه مذکور تاجیکستان را 3 نفر ورزشگران معروف سامان محمدبکوف، بهروز خوجازاده هر دو در وزن 73 کیلو و تیمور رحیموف جمعی 100 کیلو معرفی می کنند. طبر فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر می دهد در رده بندی جهانی جودو سامان محمدبکوف در جای 14، بهروز خوجازاده در جای 17 وزن 73 کیلو موقع دارد. تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو در جای 30 قرار گرفته است. 5 سال باز این جانب در نزد شورای جمهوری دینامو وزارت کارهای داخلی کلوبی ورزشی عمل میکند و در آن کودکان و نورسان و جوانان نوزیکی‌های کاراته کیوکوشینکای را میآموزند. دست پروران تمرینگاه مذکور الکای اشتراکچی و غالبون سبقت‌های برون مرزی میباشند. موضوع را همکارمون ادامه میدهد. در دوران استقلالیت دولتی سوهای ورزش و تربیه جسمانی رشد و نمو نموده کودکان و نورسان و جوانان به نمودهای مختلفی ورزش میل نمودند. امروز ورزشگران تاجیکستان در عرصه جهانی پرچم برداری وطن و ملت تاجیک می باشند. کلوبی ورزشی شورای جمهوری دینامو وزارت کارهای داخلی از زمره تمرینگاه های ورزشی است که امروز زیاده از 70 نفر ورزشگران نورس در آن مشق و تمرین می نمویند. این ورزشگران نمودی کاراته کیوکوشینکای را می آموزند. با آنها مربی شایسته جمهوری تاجیکستان اوید با کاراته کیوکوشینکای سید احمد رحمانزاده آموزش می دهد. توجه نورسان نسبت به این ورزش خیلی زیاد است و ما هم کوشش میکنیم که اصول های خوب این ورزش را آموزیم و به این جوانان نشان دهیم که چون که جوانان آینده ما هستند. ما میخواهیم که جوانان سالم مانند و پرچم وطن عزیز را بیرون از کشور بلند بردارند. کاراته کیوکوشینکای و یا خود این نوی یک حربه شرقی در قیاس با دیگر یک حربه ها از جهت سبک و اسلوب دشوارتر است، چون که در کاراته کیوکوشینکای ورزشگران با هم نزدیک شده با دست و پای به جایهای نازکی بدن، گیره های عصب و شریان خواب هجوم میکنند. مربی سید احمد رحمانزاده با شاگردانش ساعت های زیاد به آموزش مشغول میشود و تمرین های استاد و شاگرد طوری صورت میگیرد که نتیجه به بار بیارد. مربی کوشش میکند که هر یک عمل و حرکت اصول خاصی خود را داشته باشد و هدف رس گردد. طول 4 سال می شود که در این تالار ورزشی مشق میکنم و من در چندین مسابقه ها رفته سزاوار جای اول گشتم و 20 تا یکم دارم و 2 تا دویم دارم، 1 تا سیم دارم و من کوشش میکنم که باز مدال ها گیرم. در ما در چمپیون جهان اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم، من افتخار میکنم. یکی از ورزشگران موفق کلوب نور محمد اسلام خان می باشد. موصوف از خورده شوق و هوس ورزشگر شدن را داشت و در این راه والدینش نیز همفکری او بودند. اما اکنون با گذشت 5 سال از فعالیت ورزشگریش الکای او غالب سبقت های برون مرزی می باشد. نور محمد اسلام خان همه روزه به این تالار می آید. محض آن همین تالار چونین ورزشگران را تربیت می نماید، چون که پیوسته در تالار کوشش و غیرت، جسارت و متانت و حس وطن دوستی ورزشگران زیاد گردیده. راه و اصول های این نمود ورزش را از مربی می آموزند. تمرین گیرندگان این مشقگاه اساسا از سن 4 ساله بالا می باشند و در این راه والدینشان نیز مسئولیت حس نموده آنها را به ورزش و سالمی و تربیت جسمانی راهنمایی می نمایند. کودکان و نورسان نوآموز کوشش میکنند که در این راه موفق گردند. سید احمد رحمانزاده رسول است که ما را تمرین داده استوده است. من بار اول در مسابقه جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده، در آنجا جای سیم رو گرفتم. کوشش میکنم که در آینده در مسابقه های دیگر در جای های بالاتر رو سازوار شم. من 9 مدال دارم، 6 تایش طلا، 2 تایش برنجی، 1 تایش نقره است. بار آخران در مسابقه جمهوریوی 5-6 دکبر که برگزار گردید، من در آنجا اشتراک کردم و سزاوار جای اول گشتم. من از این خیلی خوشحالم و من میخواهم که باز در دیگر مسابقه ها برآمده سزاوار جای اول گردم.
بویسی قید است که ورزشگران نورس کلوبی ورزشی شورای جمهوریوی دینامای وزارت کارهای داخلی در مسابقه جمهوریوی اوید با کاراته کیوکوشینکای بین نورسان که چند قبل در پایتخت کشور صورت گرفت با دستاورد نظررس صاحب گردیده بودند. در این مسابقه دسته مذکور 39 نفر دستپروران مربی شایسته جمهوری سید احمد رحمانزاده نمایندگی کردند. مایه افتخار است که 28 نفر دینامچیان نورس صاحب جایهای نمایان گردیدند، از جمله 7 نفر مقام اول، 10 نفر زینه دوم و 11 نفر مقام سوم را صاحب گشتند. بویسی قید است که این نمودی ورزش در شورای جمهوریوی دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از سال 2015 هم این جانب فعالیت می نماید. از 3 یانور تا 7 فوریه سال روان در پایتخت جمهوری بلاروس شهر مینسک 17مین مسابقه بین المللی جام روش 2021 برگزار می شود که در آن دسته منتخب نورستانی تا 17 ساله تاجیکستان نیست اشتراک خواهند نمود. دسته مذکور تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف آمادگی را به این مسابقه بین المللی در قرارگاه اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در دهه الماسی شهر حصار شروع کرده است. در مسابقه بین المللی جام روش 2021 8 دسته نورسان که از حساب فوتبال بازانی سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت می‌ورزند. مسابقه عنعنوی زمستانه در تالار فوتبال مینسک برگزار می‌شود. خاطررسان می‌شویم که در 19مین چمپیونات آسیو بین دسته‌های نورسانی تا 17 ساله در بحرین منتخب تاجیکستان در گروه بی با دسته‌های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت می‌کند. بینندگانی عزیز، انجام برنامه 7 روزی ورزش بود. ما اهل ایجاد کوشش نمودیم که نبض یک هفته ورزشی رو با شما پیشنهاد نماییم. خیر تربیت جسمانی رو شعار خود نمایید.